نام خدا به نام خدای دانا و توانا سلام به تمام شما دوستای عزیزم به تک تک شما نازنینه امیدوارستم که این روز پنجشنبه بره یعنی که آخر هفته را به خوبی و خوشی تمام بکنید البته خب تا تمام نشده ولی امیدوارستم از اول هفته این روز شنبه تا به حال رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشینش خب دوستای عزیزم گفتیم که روز پنجشنبه مطمئن هستم که بیشتر دوستای ما میفهمند پنجشنبه ما چی چیزایی در برنامه داریم ولی یادآوری بکنیم به او دوستای عزیز ما که تازه بیننده برنامه شدن بگیم که روزای پنجشنبه ما موضوعی را به نام خداشناسی شروع کردیم و در مورد صحبت میکنیم و این در روزای پنجشنبه ما تنها نیستم بلکه کارشناس خوب یعنی حاج آقای اخلاقی رو به خود در داریم اما طرف که این پنجشنبه ای آخر هفته میخوایم در مورد چی صحبت بکنیم؟ در مورد یک جمله ای که خیلی های ما تا حال شنیدیم ولی به نظر ما بیشتری های ما در موردش معلومات نداریم در مورد که میگیم خداوند اول است یا اگه بهتر بگیم خداوند بزرگ و توانا و دانای ما اولین است خب همون قسمی که در اول گفتم به نظر ما که بیشتر دوستای ما در مورد این معلومات دارن که جمله چه معنی میتن ولی اگه بخوایم بگیم اکثریت دوستای ما در مورد این معلومات نداره من خودم در مورد جمله در مورد بگیم بله دیگه در مورد جمله معلومات زیادی ندارم پس به خاطر همی است که امروز مثل همیشه مثل هر روز پنج شنبه دیگه حاجاقا اخلاقی رو با خود در برنامه داریم پس دوستای عزیز به نظر من سوالی که در ذهن ما هست نظر به همین جمله که میگیم خدا اول است یا خدای خوب دانای ما اولین هست از حاجاقا اخلاقی بپرسیم پس دوستای ازم بریم با همدیگه میان برنامه ببینیم بی و زودی برمیگردیم خب دوستای ازم گفتیم که پنجشنبه هم مثل پنجشنبه های قبلی حاج آقای اخلاقی رو با خود در برنامه داریم پس به نظر ما بهتر اول بریم سلام به ایشان بتیم سلام علیکم حاج امیدوارستم که مثل همیشه خوب و خوش و صحتمند باشید علیکم السلام و رحمت الله منم غزل خانم خدمت شما و شما گلای بسیار قشنگ و نازلینی داخل خانه بچه ها به شما عرض سلام و دارم بچه ها سلام علیکم حال شما خوب است بخیر استین سلام مدین خانواده تان خوب است الله همه بچه های گل و های ما خیلی خوب و خوش باشه ایج وقت مریض نشه در سای خودم خوب یاد بگیره بله انشاءالله. و میتونی ایج وقت دیقم نیاره بله انشالله خب ها به دوسته از گفتم که موضوع برنامه ما یعنی موضوع امروز برنامه ما چیست؟ که گفتیم خداوند اول یا اول نست ولی گفتم به احتمال زیاد بیشتری از دوستای ما در مورد جمله که ما میگه معلومات ندارن پس امروزی سوالات رو از شما خواد پرسیدیم و میخوایم که در اول بر ما بگین وقتی که ما میگیم خداوند اول یا اولین است همین اول منظورش که است صد سال پیش هزار سال پیش یا حتی خیلی قبل تر از اونا خیلی خوب موضوع بحث ما اینه که میگه خدا اول تر از همه است بله یعنی هیچ چیز نبوده خدا بوده بله از کجا میگی ایر غزل خانم از قرآن خدا میگیم بله قرآن خدا یک سوره داره به نام سوره حدید در آیه سومش میگه که خدا اولتر از همه است بله یعنی هیچ چیز نبوده خدا بوده وقتی پیدا نمیشه که وقت باشه و خدا نباشه نمیشه. خوب حالا یک مثال بزنم برایت مثلا امی زهرا کوچیکه که ما که داخل خانه برنامه رو میبینه این زهرا کچکک چند سال به دنیا آمده مثلا میگیم که پنج ساله شد بله یعنی پیش از پنج ساله نبوده بوده نبوده نه نبوده نبوده, نبوده. آبادی احمد آقا چی؟ احمد آقا حالا در ساله ها. این احمدی نازنی این ما که در ساله شده پیش از ده سالگی احمد آقا نبوده بله بله خوب 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 این تایره خانم کی برنامه را میبینه مثلا پنج سال پیش مدرسه نمیرفت چی بود؟ کوچیکک بود ریزگک بود یاد بله. درس یاد نمیگریفت زبانش در دست خواندن نمی‌گشت، خوب گب زدم نمیتونست حالا بخیر رفت در مدرسه درس هم خوب یاد میگیره خوب لایق هم هست بله همینطوره یا نه؟ بله چرا همی... که نه همه دوستای ما لایق همینطور ما و تو خود تمام میتونیم بله یک وقتی مثلا نالا من یک بیست ساله سی از اینجا بیشتر هستم خب یک قبل از اون من نبودیم خودت قبل هم قبلا نبودی بالاخره به با دنیا آمدی پدر مادرای ما هم اینطوری بوده یک وقتی نبوده بعد از اون به دنیا اومده بله پدرایش هم پس ما اگر نبودیم به دنیا آمدیم یعنی یک وقتی بوده که نبودیم بعد به دنیا آمدیم بله خوب امی امشب رفت خانه پدرت میگه کی غزل خانم شما میگی بله پدر میگه یک تا چادری خیلی خوبش برات میخرم برای شما میگه تو خوش میشی که پدرم برای ما چی میخره یک چادر میخره قبلا چادر نخریده بوده و فعلا البته خریده بوده چادر به دیگه رنگ بوده دیگه چادر باره. بوده ولی امشب برید یک چادری دیگه میخره یعنی قبلا نبوده حالا چادر میخره خب وقتی که گواه هست بعضی چیزا بوده بعضی چیزا نبوده. نبوده خدا چه کسی است خدا هم همینطوری بوده یعنی یک وقت نبوده پس به وجود آمده پس در دنیا آمده همینطوری شده نه اینطوری نبوده خدا از اول بوده خدا هیچ وقتی نمیتونیم ما او تصور بکنیم که او وقتی بوده و خدا در او وقت هم نبوده, نبوده باشه چون این چیزی تصور نمیشه بله. یک مرد آمد از امام صادق سوال کرد گفت از امام باقر گفت که یا ابن رسول الله گفت بله حضرت فرمود بله گفت گفت که خدا که میگه اول تر از همه از چیست یعنی چی معنا داره خدا از کی بوده چی وقت خدا بوده حضرت فرمود گفت که تو بگو چی وقت خدا نبوده آه. ای خدای مهربان ما غزل خانوم همیشه بوده وقتی ما پیدا نمی که در او وقت باشه که خدای ما وجود نداشته, نداشته باشه. باشه. پس بچه ها این خدایی که از اولی اول بوده این خدای مهربان ما که هیچ وقت نبوده که او وقت خدا نباشه بله. پس بچه ها این خدا خیلی بزرگه بله. این خدا خیلی دوست داشته این خدا هم خیلی ما را دوست داره و این خدا هم خیلی قدرت داره دقیق. ای این بنده های خدا خیلی دوست داره همه موجودات دوست دا داره ما چی کار کنیم در مقابل خدا؟ ای خدا را دوست داشته باشیم ای خدای لایق خود دوست داشته باشیم بله. ای خدای نازنین خود دوست داشته باشیم پیروی از او باشیم خدا را اطاعت کنیم کارهای خوب از ما سر بزنه غزل خانم بله. از کارهای بد چی کار کنیم و بچه ها دوری کنیم ولی من که مطمئن نستم شما نازنینا. شما گلای های بسیار زیبا و قشنگ تایره خانم تو رو میگم زهرا خانم تو رو میگم فاطمه خانم تو رو میگم مرتضا آقا رو میگم احمد آقا رو میگم غلام حسین آقا رو میگم شما رو کلتون میگم که برنامه رو میبینین این خدایی که از همه پیش بوده خدایی که هیچ وقت نبوده که خدا نباشه پس خدای خدای ما قدرت داره ای خدای ما توانایی داره بله. ای خدای ما خدای خوبه ای خدای ما خدای نازنینه همه ای ما ای خدا رو چه کنیم غزل خانم دوست داشته باشیم و بله. او را پیروی کنیم و از او اطاعت کنیم و به مردم هم خوبی بسیار داشته باشه بله ده. بله. بله. بله پس حاج آقا قسمتی که صحبت کردیم باز هم مثل همیشه ما میفهمیم <تصفح> که خدای خوب و دانای ما ما را دوست داره پس بهتر است ما با کارهای ما با عبادت کردن و با انجام دادن خیلی کارهای خوب دیگه بتاریم خدای ما را راضی نگه داریم و خدای ما را دوست داشته باشیم <applause> خب حاج آقا تشکر که به این سوال ما جواب دادین یه سوال دیگه در ذهن ما ایجاد شده و مطمئن است و در ذهن دوستای ما همچین چیزی هست میگیم که خب ما مثلا اگه اول را یک روزی در پیش خود ما مد نظر بگیریم مثلا میگیم اول میشه مثلا چهارده سال پیش درسته؟ میگیم که قبل از اون چهارده سال پیش آیا خدای ما بوده یا نه؟ بله قبل از چهارده سال پیش خدای از... ما بوده بله بله, بله بله ببین غزل خانم چهارده سال پیش نبوده چهارده سال پیش غزل خانم به دنیا آمد بله درسته؟ خب او غزلی که در خانه است غیر از شما غزل خانم او غزل خانمی که در خانه است برنامه را نگاه میکنه او هم مثلا پنج سال پیش در دنیا نبوده بله آه. خوب وقتی که او پنج سال پیش به دنیا نبوده حالا به دنیا آمده شما چهارده سال پیش یا پانزده سال پیش نبودین حالا به دنیا آمده خدا اینطوری نیست غزل خانم خدا اگر اینطوری باشه پس میسی ما و شما هست زور نداره قدرت نداره او میربانی را نداره از آر عیب بهش پیدا میشه از آر نقص بهش پیدا میشه او بنده های خود خلقت کرده نمیتانه او بنده های خود روزی دادن نمیتانه او کوها را خلقت کرده نمیتونه او بر و مثلا پیشکه و خدمت شما از گنجشکگ هم خلقت کرده نمیتونه بله. چون مثل ما شما است دیگه ما و شما هم که همه کار نمیتانیم مثلا کی کی ما شما میتونیم گنجشکاگ جور کنیم ما جور گنجشکاگ جور کده نمیتونیم میتونیم ما بر رگاگم جور کده نمیتونیم. نمیتونیم اگر خدای ما مثلا مثل 14 سال پیش بیای مثل ماوش شما وری باشه پس او خدای هیچ زوری نداره هیچ کارم کده نمیتونیم مثل ما و شما پس خدا چه قسم خدای خدا این از اول اول بوده وقتی که دنیا را خلقت نکده بوده هم خدا بوده او خدا دنیا رو خلقت کرده بله و او خدا آسمان رو خلقت کرده خدا زمین خلقت کرده برگگ بر و مثلا گسالگگ و دیگه گنجشکگ و هر چیزی که شما این برون بر, بر میبینید ستاره ها و همه را که خلقت کرده خدای مهربان خلقت کرده اگر این خدای ما از اول نباشه مثلا میست مثل خدای نکرده میسی یعنی خب فاطمه خانومی داخل خانه باشه بله فاطمه خانم اول نبوده پس به آمده اگر خدا اینجوری باشه این خدا خدایی کده نمیتونه خدایی از ناتوان خدایی از آجیز خدایی از که کارای کلان کلان از او برامده نمیتونه خدای ما چه قسم خداست؟ است که از اول بوده به اون میگه خدای ازلی خدایی چی؟ ازلی یعنی خدایی که از اول بوده هیچ چیز نبوده خدا بوده کوه بله. ها نبوده خدا بوده آسمان نبوده خدا بوده ستاره ها نبوده خدا بوده مثلا گیاه ها نبوده خدا بوده حیوانات و هیچ چیز نبوده کی بوده؟ خدا بوده بله این غزل خانم امیدوارم که شما هم جواب خود گرفته باشید و بچه های داخل خانم یک کمک گباره فهمیده باشه ولی من مطمئنم بله. که بچه ها گبار همه چه میفهمه بله بسیار دقیقا. بچه های لایقه بله خب تشکر حاج آقا که تا قسمت برنامه با ما بودیم و ما تاریخ من صحبت های خوبتان استفاده بکنیم ولی اگه باشه بریم با هم دیگه میان برنامه ببینیم ادامه صحبت های تان و انشالله بعد از میان برنامه میشنه بسیار خوب ببینیم بله پس دوست بریم با هم دیگه میان برنامه ببینیم و برمیگردیم خوب عزیزم تشکر که تا قسمت برنامه با ما بودیم و همچنین تشکر از آقای اخلاقی که تا قسمت برنامه مثل همیشه سخنهای خوبشان را بر ما گفتن خب آقا شما بر ما گفتین که مثلا خدای ما قبلتر از 14 سال بوده یعنی پیشتر از 14 سال پیشتر از خیلی 20 سال 15 سال ولی مثلا اگه ما همون زمان ما رو مشخص کنیم مثلا بگیم حتی یک قرن 100 سال هزار سال یا حتی قبلتر از چند هزار سال آیا خدای ما هم در وقت بوده یعنی؟ بله یعنی خدای ما از میلیون ها میلیون ها سال قدم پیشتر بوده آره امروز یک کمی به اصطلاح برای نوجوان بگوییم مثلا نوجوان ها رو برای تان بگوییم بله کمی امروز علم میگه که امی آسمان و خورشید دینا به اصطلاح پان میلیارد سال پیش قطع شده بله اما وقتا پیش خدا بوده یعنی هر چی که فکر بکنیم خدا بوده نمیشه یک وقتی باشه که خدا نباشه بله پس بله. از هرچی چی عددی که در ذهن ما میرسه حتی قبلتر از او خدای ما بوده درسته خدای ما بوده بله, خب حاج آقا تشکر توی قسمت با ما بودین و یک سوال دیگه هست که میگه یک چیز دیگه هست که همه ما رو شنیدیم میگیم که جای آدمای خوب جای مؤمنای خوب که بتونن خدا را راضی نگه دارن در دا بهشت است همیشه در بهشت است ما یه همیشه را به چه مقدار میتونیم بگیم؟ خوب بسیار گبی خوبی بسیار خدا اولتر از همه است یعنی بله؟ خدا طولانی بوده یک وقتی نیست که خدا نباشه این ما موضوع بحث ما بود بله؟ ولی این خدای مهربان ما که اون همه اول از همه بوده این بندگانی داره که برای بندگان خود چی رو خلقت کرده قدر خانم؟ بهشته بله این برای کی خلقت کرده؟ اول برای بچه های خلقت کرده که آدمای لایق باشه بله آدم های خوب باشه نماز بخانه روزه اگر تا بگیره البته کلانا که باید بگیره آن کار میگم خوب خدمت شما از در مجید بره و درس بخانه اخلاق و ادب داشته باشه با بزرگا سلام بته در خانه کی میره سلام بته دست پدر و مادرش ببوسه بلی. کسی را دوام نزنه. نزنه دروغم نگه بد اخلاقی هم نکنه ای آدم ها به بهشت میره بله خب ای بهشت چی جایی غزل خانوم وای خدای من ای بهشت خیلی جای خوبی برای کی میتیره برای آدمای خوب ای بهشت باغ داره ای بهشت بستان داره بل. ای بهشت سیو اگر بخوریم هست آه. سیوای بسیار خوشمزه که یک خراب هم نشده و نمیشه انگور اگر بخوریم هست کله و موز به اصطلاح اگر بخوریم هست بله انار هم هست از همه چیزا یکی بسیار باقای بسیار کلان کلان خدا آدم و دبیهشت میتغزل خانم گون گوا بزنم که بچه ها مثلا داخل خانه از برسی که خوشش بیه از دامش او بره بله بله <applause> خدمتیم خدمت این سیوای قشنگ قشنگ کلان قشن کلان که بگیریم می بخوریم خب فاطمه خانم ببین که چه مزه میده یا غزل خانم به داخل خانه تو رو میگم امی انارای بیشتره که بخوریم خدا بدنه چه که مزه تا دیگه ما بخی او بروه یا مثلا گوشتی خیلی خوش مزه داره آه. همی کفترهای خوبایش مثلا همی در خانه که داریم همی گوشتهایش برای ما کباب میکنن از با بازی های خوبیش بله آه. با آقای خوبش اینجا مثلا اولیا رو میگه برون کوچه نرین که سرصدا میکنین کوچه نرین که شیشی همسایه رو میشکنین دیگه اونجا کوچه نیست همیتر اولیا های کلان کلان برای ما میته که هر قدر بودویم خستم نمیشیم نمیشیم اما خانهای بسیار خوب خوب برای ما میته برای کسای خوب است میته خانهای بسیار خوبیش بلند منزلهای خوبیش قصرهای قشنگ زیبا و این قصرها بسیار چوکی های خوب بیشه خوب انواری های بسیار قشنگ قشنگ هر چیزی که دل شما باشه بچه ها همون قشنگ چیزها اونجا موجوده بله بله برای کی میته؟ برای آدمای خوب خوب ایر که برای آدم های خوب بیتر یک سوال به ذهن شما می که تا چی وقت است؟ بله دقیقا ای بسیار گبه خوب در این دنیا یک روز پیر میشیم مالا تیفل هستیم از جوان میشیم جوان که شدیم ممی تو کلان کلان میریم ریش ما سفید میشه کمر ما خم میشه او دختر خانم ما که بسیار میتر او زینب خانم داخل خانه مثلا پیر میشه کمرش خمان میشه یک میمیریم همه ما دنیا چی میشه؟ خلاص میشه ولی یک گبه بگویم غزل خانم در بهشت که میریم این بچه های خوب که همیشه و خوب است که اینا حتما با خاطر که خوب است بهشت میره و خاطر که کارهای خوب انجام میده اینا بهشت میره این بهشت خلاص میشه یا خلاص نمیشه قرآن خدا میگه غزل خانم قرآن خدا این نزد قرآن خدا قرآن خدا میگه بهشت هیچ وقت خلاص نمیشه بله. یا همینطور هستیم که هستیم همیشه سیو بخوریم همیشه به اصطلاح میوه ها رو بخوریم همیشه در باغا گردش کنیم همیشه سیل خود رو بکنیم او باغایی که مثلا جویای شیر داره شیر تا به قدنانچای که میخوریم جوی شیر داره دا بیشت دیگه جوی اصل داره اصل دیدی چه خوش مزایقه بله. عالی خوبیش اصلی خوبیش هر چیزی که دل ما بخواد بهشت است و او هیچ وقت خلاص نمیشه هیچ وقت تمام نمیشه, نمیشه. چرا تا خلاص نمیشه این قرآن خدا گفته خلاص نمیشه قرآن خدا گفته تمام نمیشه, نمیشه. پس ایزی دی این نتیجه رو میگیریم که ما و شما بنده های خدا ما آدم ها اول نبودیم ما خدا اول بود ما اول نبودیم ولی یک گب دیگه هم از غزل خانم که ما بعد از این مثل خدا هیچگاه پایانی نداریم خدا هم پایانی نداره بنده های خوبش هم پایانی نداره همیشه میره گجا در بهیشت بعد موقع در بهیشت که میره دیگه فقط چکر بزن و بازگگ بکن و این بر بود اون بر بوده و سیوای بخو و نارای بخو انگورای خوبش بخو میواهای خوبیشه بخو کبابای خوبیشه بخو د این خانه بوده و ده او خانه بوده ده او قصر خود بوده و ده او قصر خود بوده همه هرچه که دلی ما شد همونطوری میکنیم بس. که و امیدوارم شما بچه های خوب و نازنین و قشنگ و دلوبایی بسیار زیبا به خاطر کارهای خوبتان که انشاالله کارهای خوب همه ایتان کارهایتان خوبه بیشت برین و خوش باشین و خوش و خورم به وقت و میوه کم ناشوه. ناشوه. بله انشالله که ما بتونیم روزی بهشت بریم و به چیزایی که حاج آقا بر ما تعریف کردن استفاده بکنیم آره. خب حاج آقا خانم هم خیلی خوشش آمده میگه که دهنی قدر خانم میشه بچه ها بخاطری که می آره که بارش تعریف کردم حالا یه هم خیلی خوشش آمده البته شما هم خیلی خوشتان آمده بله حاج آقا خب حاج آقا دایی آخر دو دقیقه وقت داریم صحبت پایی نیستانه بشنیم بفرمایید خب دایی دو دقیقه که وقت مانده قدر خانم بله مثلا ما در دا خانه داریم امی آلا که برنامه خود را روشن کرده بنامی نام غز... مثلا خدیجه خانم بله کی؟ خدیجه خانم بله خدیجه خانم یا مثلا مصطفی آقا خدیجه خانم و مصطفی آقا اینا تاریخ تولد داره مثلا در اول سیزده به دنیا آمده یا مثلا سیزده نوت به دنیا آمده میتوری خب تاریخ تولد دارد ما تولدش معلوم کدام سال به دنیا آمده با. فرض مثال در کدام روز به دنیا آمده در کدام ساعت به دنیا آمده ولی خدا تاریخ تولد نداره, بچه‌ها خدا تاریخ تولد نداره خدا در قرآن خود میگه که لم یلد و لم یولد خدا فرزند کسی نست. نیست و فرزندی هم ندارد. ندارد و هیچ کس هم مثل خدا نیست خدا یک و یگانه درست شد؟ بله پس خدایی که تاریخ تولد نداره یعنی از اول هر چی که فکر بکنیم از اول خدا بوده هر چی که ذهن خدا بالا ببریم باز خدا بوده بعد از این هر چی که در آینده فکرم بکنیم بازم خدا هست نمیشه بعد از این یک وقت بیایه که در او وقت خدای ما نباشه پس نتیجه تن میگیریم و درس ما ای شد امروز که غزل خانم برای شما و بچه های خوب بگوییم که یعنی خدا وقت نداره خدا وقت معین نداره خدا از اول بوده خدا با تا آخر است اگر خدا مثل ما باشه که یک وقت باشه و یک وقت نباشه پس مثل ماست ما که آدم هستیم که هیچ کار از روی ما نمیه ناتوان هستیم خدا تواناست خدا از اول تا به آخر اونی که از اول بوده بهش میگه ازلی و اونی که تا به آخر هم هست به می... اون میگه که خدای ما خدای ابدی بله ما با رفتار و کردار خود با عمل های خود خدای خود خوبی خود راضی نگه داریم بلید. از کارهای بد به بد دور باشیم بلید. که حتما بچه های نازنین ما همیشه کارهای خوب انجام میده و از کارهای بد چیه دوری میکنه بله بله که روزی شب که قسمی باشه تشکر حاج آقا از صحبت های خوبتان در امروز و تشکر که امروز با ما بودین و همچنین تشکر از شما دوستای عزیزم که توی قسمت برنامه با ما بودین ولی از یادتان نره بعد از کارتون زیبا ما با شما همراه هستم استاد عزیزم تشکر که تا این لحظه در برنامه با ما بودین و موضوع امروز برنامه را که همه تان فهمیدین خداوند اولی و اولین است که حاج اخلاق اخلاقی بر ما همیشه کامل توضیح داد که حتی از روزی که ما فکر میکنیم خدای دانا خدای توان و خدای بزرگ و مهربان ما حتی از او که دا قبلتر بوده و تشکر میکنیم از خدای ما که همیشه در زندگی با ما هست و یار و یاور ما است. خب دوستای عزیزم امیدوار از صحبتهایی که امروز حاج آقا کرد نکات مثبتش که البته بگیم همش مثبت بود نکات خوبش را استفاده بکنید در زندگیتان و باز هم تشکر که مثل همیشه با نگاه های گرم و مهربانتان بیننده برنامه خودتان بودید تا یک برنامه دیگه و با یک موضوع خودشناسی دیگه خدا نگهدار